بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون اصلاح، خوش آمدید به برنامه آیین زندگی. امید است هر کجا که هستید لباس عافیت در تن داشته باشید و در پناه ایزد منان ایام به کامتان باشد. عزیزان، از طریق برنامه آیین زندگی خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم با جناب استاد نجم الدین ثاقب و موضوع امشب ما هم در رابطه به حقوق همسایه هست. شما عزیزان هم میتونید تماس بگیرید و سوالاتی که دارید با ما در میان بگذارید و از جناب استاد هم پاسخ دریافت نمایید. شماره تماس برنامه 0729-1568 است و از هم اکنون فعال است و در آغاز برنامه میریم سراغ جناب استاد. سلام داریم خدمت استاد عزیزمان. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم در این برنامه. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته خدمت شما کارکنان تکنیکی و بینندگان عزیز. تشکر از شما جناب استاد، خیلی خوش آمدیم در این برنامه. موضوع ما در رابطه به حقوق همسایه هست و میخواییم راجع به اینکه چی حقوق میتونه همسایه داشته باشه بالا انسان و چی کارهای باید انسان بکنه تا اینکه رضایت همسایه رو به دست بیاره و فضیلت از اینکه رضایت همسایه رو داشته باشیم تا نداشته باشیم چی هسته. در آغاز از شما میخواییم که معلومات کوتاهی در رابطه به همسایه در برای بینندگان عزیز ما داشته باشه. تشکر. خود همسایه یعنی کسی که در کنار ما زندگی میکنه، هم جوار ماست، یعنی جار ملاصق است یا فاصله طوری که در روایات میخوانیم گفته 40 خانه در اطراف ما همسایه ماست. 10 خانه رو به این طرف شرق ما، 10 خانه رو به طرف غرب، 10 خانه رو به طرف جنوب، 10 خانه رو به طرف شمال. اینا همسایه هستن. این همسایه های ما سر ما حقوقی دارن. حقوق از اینا اینه که ما اگر نیازمند باشن بر از اونا کمک بکنیم، در شادی از اونا شرکت بکنیم، در غم از اونا شرکت بکنیم و خیرخواهی به ایشان داشته باشیم. اگر ایشان به عبادت و نماز دیده نمیشن، حتما یا مریضن یا بالاخره کدام شکر رنجی به وجود آمده، بریم اونا رو ببینیم، با اونا صحبت بکنیم. بالاخره اگر همسایه ما قریب و مسکین هست، باید ما بر از او تعاون و همکاری داشته باشیم تا او گرسنه خواب نشه، تا در ایمان ما هم ضعفی موجود نباشه. تشکر. و در روایت دیگه آمده که 40 در 40 خانه همسایه می باشه، یعنی به 4 طرف ما 40 خانه، طرف جنوب 40 خانه، طرف شمال 40 خانه، طرف غرب 40 خانه، طرف شرق، یعنی به هر طرف که تقریبا 4 40 180 160 میشه. 160. 40 و 40 80 80 و 80 160. 160 خانه به اطراف و ما حول ما همسایه های ما هستند که باید ما برای از اونا خدمت بکنیم. اهالی یک قریه میتونم همسایه های همدیگر گفته باشم، چی حالا اول قریه باشم چی هم اخیر قریه باشن، همی که در یک قریه زندگی میکنن و یا هم در یک ناحیه زندگی میکنن همسایه هم گفته خواهند شد. بله واضح است. مثلا کشورها هم، یک کشور به کشور دیگه همسایه گفته میشه، یک ولایت به ولایت دیگه کنار ولایت قرار داره همسایه گفته تشکر. میشه، یک قریه رو کنار قریه دیگه. جناب استاد بیننده گرامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به برنامه. معرفی کنیم و سوال شما چیست؟ بله سلام علیکم، باشیم بخیر سلامتی. تشکر از شما، معرفی داشته باشیم برادر گرامی. محمود هستم از مالی بابکی به تماس شدم، میخواستم بگفتم که اگر زن و مرد دوگانه در یک خانه نماز بخونه، مثلا زن شوهر اگر زن بالاتر از مرد استاد باشه یا با هم برابر استاد باشه، نماز اینا مشکل پیدا میکنه یا نه؟ درست، سوال شما رو ما گرفتیم. سوال دیگر اگر داشته باشه؟ تشکر. ممنون از شما، شب شما بخیر. جماعت باشه چه مشکل داره و جماعت باشه؟ درست، تنها و جماعت. یا تشکر، ممنون از شما، شب شما بخیر. خدا نگهدارتون. چرا استاد میخوام قبل از که بریم وارد بحث بشیم که حقوق همسایه چی هسته، صحبت داشته باشیم راجع به این موضوع که کسانی که همسایه آزار میدن، دین مبین اسلام چی جزای نسبت به این کسان تعیین نموده و یا هم مقرر نموده؟ شکر. در روایات میخوانیم کسی که همسایه آزاره، همسایه خود اذیت میکنه،
همیشه همسایه از دست از اون ناراحت است. ضررهای اقتصادی، ضررهای معنوی، ضررهای مالی برای از او میرسانه، حتی روحی میرسانه. بله، این انسان با هر چی که عبادت و اعمال صالحه داره، پیامبر علیه السلام گفتم در دوزخ است. به پیامبر علیه السلام اطلاع دادن از دو تا خانم، یک خانمی که علاوه به نمازهای فرض، روزه فرض، زکات فرض، مثلا حج فرضی، عبادات نفلی هم خیلی داشت، روزهای نفلی، نمازهای نفلی بله. داشت، ولی همسایه آزاری میکرد. نبی علیه السلام گفتن هیف النار، ای با تمام همه عبادات خود در جهنم و دوزخ است. چرا که همسایه آزاری میکنه؟ همسایه آزاران جایشان جهنم است و عذاب الهی. و باز اطلاع دادن که اخ خانم فقط نمازهای فرض را میخونه، روزه فرض را میگیره، فرایض را انجام میده، یعنی در باب نوافل هم مغزر کوشش نمیکنه، ولی زبان نیکی داره، به همسایگان خیش توسط حرفهای خوب و حرفهای صحیح و درست خود نفع میرسانه، خیرخواه همسایه ها هست. و از او شیری که از گاو خود میدوشه به دیگران هم تقسیم برای همسایه ها تقسیم میکنه و در ضمن قروت تیار میکنه، قروتار به همسایه ها میده و خودش هم استفاده میکنه، زیادی هم به همسایه ها میده. نبی علیه السلام گفتن هی فی الجنه، ای در بهشت، با آنکه اعمال زیاد نفلی هم نداره. تشکر تماس دیگر رو وصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما، معرفی کنیم و سوال شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خانم مولای صاحب، دختر ما با آلمانه، از زمان جدا از زمان آلمان وضوع حقوق میده، از زمان حقوق خود 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 رای کنه اشتمه بی سلا شیخو. درست، تشکر، ممنون از شما، شب شما خوش. خب جناب استاد، حالا وقت همسایه همچون رول مهم در زندگی معنوی انسان ها داره، نیکی به همسایه چقدر میتونه ثواب داشته باشه و چقدر میتونه که ارزش داشته باشه در جامعه مدنی که نسبت به همسایه هم دیگر خود نیکی داشته باشیم، خوبی داشته باشیم، صدقاتی که داریم به می همسایه هایی که در نزدیکی ما قرار دارم و فقیر هستم به اونا پرداخت کنیم؟ ایرم از شما میشنیم. نیکی و احسان و خدمت به همسایه در حقیقت مسیری است که انسان به بهشت خداوند میرسانه، مثل این خانم. بله، اگر ما به همسایه خود خدمت بکنیم و همسایه نیازمنده داریم برای او کمک بکنیم و برفای پشت بوم خود تسراخ همسایه نندازونیم، آب داخل خانه خود به سرای همسایه را ندیم، همسایه را بالاخره اذیت نکنیم، برای از او خدمت بکنیم تا به حدی که امکان داره برای از او احسان بکنیم، طوری که الله متعال جل جلاله گفته ور جار ذل قربه و جار الجنوب، شما احسان و نیکی بکنیم برای همسایه که با شما خیشاوندی داره و همسایه که با شما خیشاوندی نداره، برایش نیکی و احسان بکنیم، این نیکی و احسان دستور خدا به جا میشه و سرانجام الله متعال پاداش این نیکی و احسان رو برای همسایگان بهش در عنایت کرده. تشکر. تماس دیگر هم وصل میکنه. سلام بر شما بینده گرامی. تشکر، بفرمایید سوال شما میشه این خواهر عزیز. خیلی خیلیات میکنم بود با خیلیات کنیم درست. سوال شما ما گرفتیم، تشکر. سوال دیگر اگر داشته باشین. شب شما خوش، برای نگه دارد. جانب استاد، میریم سراغ تماس های عزیزانی که تماس گرفتن. محمود جان تماس گرفتن، گفتن که نماز خواندن زن و مرد در یک خانه چی حکم دارن؟ ای که جماعت باشه یا غیر جماعت؟ خب اگر زن و شوهر یا مثلا از جمله محارم خواهر ما، مادر ما، خاله ما، عمه ما باشه، جماعت نباشه، تنها خانی، چی خانم جلوتر استاد باشه، مرد عقبتر استاد باشه، چی مثلا مرد جلوتر باشه، خانم عقبتر باشه، یا اینا با برابر یک دیگر قرار داشته باشن نماز بخونن،
هیچ مشکلی به نمازای از اونا نیسته. ولی در جماعت که هسته باید خانم ها به عقب صفوف بستکن، اخیروهن من حیث و اخیروهن الله. رسول الله و مبارک علیه السلام میگه چون خانم ها در آفرینیش خود دنبال پیدا شدن، باید در صفوف جماعت هم در اخیر صفوف قرار داشته باشن. اگر در نماز جماعت یک خانم در کنار یک برادر استاد بشه، در حالی که در یک نماز شریک باشن، نماز برادر ما، نماز خواهر ما فاسد میشه. و یا اگر برادر بیایه در کنار در صف خواهر بسته که، همچنین نماز برادر ما فاسد میشه. ولی در غیر جماعت که جماعت نکنن، یعنی تنها خانی باشه، مشکل نداره. در صفوف نماز مثلا خواهرها جلوتر نماز بخونن، از جمله محارم هم در خانه هستیم، مادر ما جلوتر، ما دنبالتر نماز میخونیم. باز جماعت که شد باید خواهرها به صفوف عقب و به عقب صفهای مردها استاد بشن. سلام سرمست میکنیم. سلام بر شما بیننده گرامی، تشکر از شما. یک کم صدای گوشیر بلندتر داشته باشیم تا اینکه صدا شما رو ما بگیریم. بفرمایید سوال داریم میشنه. بفرمایید میشنه. من موسره ها. درست شد. تشکر. سوال دیگر اگر داشته باشیم. بخیر باشیم. شب شما خوش. جناب استاد، خواهرم تماس گرفتن، گفتن که دخترم خارج از افغانستان زندگی میکنه در آلمان و وقت از او حقوقی که برای از او پرداخت میکنن او میفرسته برای ما و ما از او استفاده میکنیم، چه حکمی میتونه داشته باشه؟ جواز داره. مسئولات فرزندان ما، چی دختر باشه چی پسر، که اونا کار میکنن، برای ما حلاله که به عنوان پدر یا به عنوان مادر از آنچی که دختر ما یا پسر ما کار میکنن به دست میارن، هم خودشان استفاده بکنن هم برای پدر و مادر خوب بخشش. یک موضوع هست جناب استاد، این که بسیار از مهاجرینی که از افغانستان رفتن در خارج از کشور، اینها در بدل کار نمیگیرن معاشه، در حقیقت به حیث یک مهاجر او پول دریافت میکنن، در این صورت چی؟ مشکلی نداره. کمک هایی که برای همین مهاجرین داده میشه، او بخش از او کمک ها برای خود خود مصرف میکنن به حد که کفایتشان بکنه. آنچه از ایشان زیادیه، مثلا برای اعضای فامیل و خانواده خود یا پدر و مادر خود به افغانستان روان میکنن، حلال است و استفاده کنن. شما سرواست میکنین. سلام بر شما. بله سلام علیکم. اندان عباشیم. علیکم السلام و رحمت الله. معرفی کنیم برادر گرامی از کجا به تماس شدیم و سلام. ما پشت سر ملعه سکر نواز میخونیم به مشکل این کلا بسر کنم بندیل من مشکلی ندارم. درسته. تشکر. سوال دیگر اگر داشته باشیم. سلام از آن باشیم. خیلی شب شما خوش. خدا نگه دارم. جناب استاد، خواهرم تماس گرفتن، گفتن که اگر شخص خواب ببینه در که در خواب خیرات رو داره تقدیم میکنه و فقرا، آیا برای این لازم میشه که باید این خیرات رو داشته باشه یا خیر؟ خب ایتر خواب ما حالت لزومی نداره که باید حتما ما اون کارو بکنیم، چون خواب انبیا وحی بوده. خواب ما هم الهامات خداوندیه. اگر یک چیزی برای فقرا و مساکین چون در خواب ما در آماده که صدقه میدیم، به بیداری هم مستاق خواب خور احیا بکنیم، کار نیکیه. صدقه هست، صدقه رد بلای، صدقه سایبان مسلمان در میدان قیامت است، صدقه انسان به طرف رحمت خداوند میکشانه، رحمت خداوند به طرف از او جلب میکنه، خشم الله جل جلاله رو فرو میبره. پس روی این ملحوظ اگر به خواب دیدن، باز به بیداری صدقه بکنن، کار خوبی. اگر نکنم هم یعنی مکلفیت ندارن. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام علیکم. متاسفانه که تماس عزیز ما قطع شد.
میشه که مجددا تماس بگیرم و سوالی که دارم با ما در میان دکترم 0729-15-1968 شماره تماس برنامه هست و شما هم میتونیم تماس بگیریم و سوالاتی که داریم با ما در میان بگذارید و جوابشان را هم دریافت نماییم. جناب استاد، خرید موی سر چی از خانم چی از مرد چی حکم میتونه داشته باشه؟ به طور عموم پاسخ میدیم، فروخ خرید و فروش اعضای آدمی چی مو باشه، چی عضوی از اعضای بدن باشه، مثل گردر که امروز این میفروشن گرده خور جلس. یا مثلا پنجه خور یا هر عضوی از اعضای آدمی، به اتفاق فقها خرید و فروش حرام است، چون انسان کرامت داره، بزرگواری داره. نمیشه که ما آموتر که خرید فروش خود انسان آزاد حرامه، اعضای آدمی هم حرامه، استفاده از اعضای آدمی هم حرام است. سلام بر شما بینده عزیز. آره سلام علیکم. تشکر از شما، بفرمایید سوالی داریم میشنوی. ام از سرایا هم اسمی هم آیا سر مخاطب بخشم بفرمایید میشنوی. اسم سرایا بخشم خوب اسمی هم اسم سرایا ها بله. تشکر، ممنون از شما، شب شما بخیر. شب بخیر باشیم. جناب استاد، حکم پوشیدن مندیل در نماز یا هم کلاه در نماز چیست؟ حکم پوشیدن مندیل یا کلاه در نماز سنت است، یعنی اگر مندیل و یا کلاه نداشته باشیم نماز ما درست است، ولی مکروه تنزیهیه. طوری که برادر ما یادآوری کردن در سوال خود، گفتن امام ما نماز در جماعت میده بدون از اینکه مندیل داشته باشه، تنها کلا داره. بهتر امینه که مندیل داشته باشه، چون احادیث پیرامون فضیلت مندیل داریم. اگرچه محدثین میگم این احادیث ضعیفه هست، این احادیث ضعیف است و روایات دگی هم که در مورد مندیل آمده، برخی از محدثین میگن این احادیث موضوعیه. خب به هر صورت بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، به حدیث ضعیف هم عمل کردن درست است، به شرطی که با اصول دینی ما مصادمت نداشته باشه، به شرطی که ضعف از او خیلی نباشه، به شرطی که با اصول کلی دین ما در تضاد نباشه، ما میتونیم به حدیث ضعیف هم عمل بکنیم. پس امام به خاطر از اینکه فرقش با مقتدیا باشه، یعنی بهتر همیست که مندیل داشته باشه. اگر نداشته باشم نماز درست هست، ولی فضیلتی و کمتر هست. تماس رو هست نمکنه. سلام بر شما بینده عزیز. سلام بر شما و مولیسه. علیکم السلام و رحمت الله. بفرماییم برادر گرامی، خواستم بپرسن که یک آدم که مسافرت باشه، چند سال به جماعت نماز نخونده باشه، باید چیکار بکنه؟ ممنون. در مسافرت باشه و جماعت شرکت نکرده، درست؟ 5-6 ساله و تا 10 ساله به جماعت نماز نخونده باشه. درست. تشکر، ممنون از شما، شب شما بخیر. بله بیننده عزیز، شما عزیزان هم میتونید به شماره تماس برنامه 0729-15-1968 تماس بگیرید و سوالات خود با ما در میان بگذارید. جناب استاد، نام سوریا آیا نیک است یا خیر؟ درست است. سوریا یکی از نام های ستاره ها هست، به نام سوریا که یک خانوم هم نامش سوریا بگذارن یا یک دختر بگذارن جواز داره. سلام بر شما بینگه گرامی. سلام. تشکر از شما، بفرمایید معرفی کنیم و سوال شما چیست؟ اینه از سوال بسن یا سوال بسن ولی یک برم نماز بخونه در نظر من سوره اگر از قوم خشا کسی چیکار کنه؟ سوال دوم دوباره تکرار کنیم. ما دارم به جماعت تبلیغی که ما را بکرده میگرم از کرد غیر میگرم باید برم بیا من میگرم درست شد. آره این فرد رو از بیا
ممنون از شما، شب شما بخیر. جناب استاد، یک مشکلی که در بین، یک سوالی که در بین همه همشهریان ما رد و بدل میشه، خودم مسئله مسافرت هست. جوانان زیادی از اینجی کشورهای همسایه مسافرت کردن و مدت زیاد در قفلت سپری کردن و نماز را نخوندن، در حالی که اونها مقیم هم بودن اونجا. حالا اینا که برمیگردن نماز که قضا میارن، این نماز به صورت مسافرانه قضا آورده بشه یا هم نمو صورت اصلی است؟ تشکر. کسی که مسافر میشه نمازهای فرض چهار رکعتی دو رکعت برش فرض است که بخونه و به سر دو رکعت باید سلام بده، یعنی تکمیل نکنه که گناهکار است. حالا این برادر از لحظه که از خانه های مسکونی خود جدا میشه یا از پسته شارای شهر خود بیرون میشه، ای به عنوان مسافر گفته میشه، به شرط که مسیری که میخواه بره امو 85 تا 90 کیلومتر فاصله داشته باشه از منطقه مسکونی یا وطن اصلی از اون. بنابراین وقتی که باز به او مقر که میرسه، تا زمانی که نیت اقامه نمیکنه، این مسافره که مثلا فردا برمیگردم، پس فردا برمیگردم، اگر ماها هم بمانه مسافر گفته میشه، اگر نماز رو خوانده باشه که اما دو رکعت فرض میخونه، فرضای چهار رکعتی رو دو رکعت میخونه، فرض شامه اما سرکعت رو میخونه، وتر واجب رو هم میخونه، سنتار اگر بخونه جمع بین فضیلتین میشه، و اگر در عجله قرار داشته باشه نخونه هم. خب این که در سفر بوده و مدت زیاد، حالا که مثلا این مدت در سفر نماز نخونده، نیت اقامه هم نکرده بوده، مسافر بوده، وقتی پس برمیگرده به خانه میایه، نمازهایی که در سفر قضا میشه به خانه قضایی از اونا مسافرانه خوانده میشه، یعنی دو رکعت. اگر اونجا نیت اقامه کرده باشه به نمازهای چهار رکعتی، مگر همون چهار رکعت به سرش فرض میشه که بخونه، باز در وقتی که مقیم بوده نمازای نمازار قضا کرده، وقتی به خانه هم میای همون چهار رکعت باید قضایی بخونه، باز از خانه اگر به سفر قضا بیاره همون چهار رکعت. بینده گرامی سلام بر شما، معرفی داشته باشیم و سوال شما چیست؟ عبدالناصر بودم، اگر چلنجی به شما شدن برادر. عبدالناصر جان بفرمایید، سوال شما میشنه. یعنی دلمان های مکرس برو اقتصاد من که اینه نمیتونم که مثلا اینا جنگیری کنم که اینا شرکت اینا بکشم. خب اینا که حالا هست وقتی که من وقتی که فور میگیرم از این قد دنبانان چرک بریم شرکت سفیده، حالا من به هر وقت نماز وضو بگیرم، یا یعنی اینکه هم یه وقت نماز که وضو میگیرم تا وقت نماز دیگه که وضو داخل میشه بسیم وجا خانه. تشکر، سوال شما رو گرفتیم. دندانایی تو بیشتر رضایت اومده، خیلی نمیده که فرمون جواب بده. تشکر، بخیر باشیم، شب شما خوش. جناب استاد، میریم سراغ سوال آقای کریمی عزیز. اینکه ترتیب در سوره ها چگونه هست وقت نماز رو میخوانیم، چی در جماعت چی در غیر جماعت؟ از شروع قرآن کریم ما به ترتیب بخوانیم رو به عقب یا نه رو جلو ترتیب در بین سوره ها که تلاوت میکنیم به نماز یک امر مسنون است. اگر سهوان از پیش ما معکوس هم خوانده بشه مشکلی نداره، ولی قصدن ما بخوانیم به طور معکوس، مثلا در رکعت اول سوره ماعون بخوانیم رأیت الذی یکذب بالدین، در رکعت دوم باز لیلاف رو بخونیم، یا مثلا سوره فیل علم تره کیف رو بخونیم، قصدن این کار رو بکنیم، فقهای اناف میگن مکروه میشه نماز از او، ولی سجده سهو نداره طوری که برادر عزیز ما یادآوری کردن، چون به ترک واجب، به تأخیر رکن، به تغییر واجب، به زیادت و نقصانی که از جنس نماز باشه در نماز سجده سهو واجب میشه، اینجا ترک واجبی نشده. تشکر. جناب استاد، برادر ما تماس گرفتم، عبد الناصر جان، گفتن که دندانم چرت میاد، لازم هست در نماز من در هر نماز وضو بگیرم یا خیر؟ خب اگر این ادامه داره، برادر ما گفتن که من وقتی فرو میشورم همین بیره دندان خود چرک بیرون میشه. خب اگر ایتر خود به خود این چرک بیرون میشه،
که هر نماز باید یک وضو بگیرم تا زمانی که تیار میشه و دکتر استوماتولوژی و یا دکتر دندان مراجعه بکنن که برای از اونا دوا بده تا این چرک و خون گم بشه و تا زمانی که این چرک و خون خوش میشه و صحتمند میشن هر نماز یک وضو که بگیرم کفایت میکنه. و برادر ما عرض معذرت آقای کریمی یک سوال دیگر داشتن، گفتن که رفتن به جماعت تبلیغ چیگونه هست وقتی یک انسان حتی نداره چیزی که امور نفقه فامیل خود بکنه، او رو قرض میکنه ولی به کار نمیپردازه و میره سراغ جماعت تبلیغ، چگونه این رفتن از یه آقا؟ خب رفتن به جماعت تبلیغ جهت اصلاح خود و رهنمایی دیگران کار بسیار خوبیه. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خداوند از این میگه باید از شما جماعتی باشه که امر به معروف بکنه نهی از منکر بکنه و اینا رستگاران هستن و این جماعت مخصوصا برای علما نیستن که تنها علما باشن، هر کس مسئولیت داره کار دین را انجام بده. حالا اگر این برادر سروزه میره و یا ای که دروزه میره یا چله میره به شرطی که فامیل زوب مشکل مواجه نشن، برای مشکل نداره، رای خدا هست، مسیر دعوت و رهنمایی هست، هر کدام ما مسئولیت به حد توان خود مسئولیت داریم در این بخش برای ما. این وقتی که توان ایره نداره که او به جماعت تبلیغ بره باز خانی از بینفقه میمانه که اینجا جواز نداره. حالا شما میبینیم وقتی حج فرض میشه یک فرض است، یک رکن اسلامه، وقتی حج برای یک انسان فرض میشه باید که امو پولی که دولت میگیره او رو بپردازه، بعد از او سفر خرجی خود داشته باشه، به خانه هم نفقی اولادا باشه تا رفت و آمد. پس رفتن از اینا جواز نداره؟ نه خیلی. تشکر جناب استاد، ممنون از اینکه حضور پیدا کردیم در برنامه امشب. موفق باشیم. و تشکر از شما عزیزان که تا آخر برنامه ما را همراه بودین. تا هفته دیگر که بنده معروف مبتهل با یک دیگر از اساتید و با موضوع دیگر خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به الله پاک میسپارم. وقت همگی شما بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.